درود بر شما. 29 دی ماه 1402 خورشیدی و 19 ژانویه 2024 میلادی. امشب صفحه آخر اختصاص دارد به وضعیت مسکن در ایران و همدستی فرماندهان سپاه و مسئولان دولت رئیسی در سودجویی از بانک مسکن. قبلش البته اشاره خواهم داشت به اوضاع نظامی منطقه. پرده آخر هم آخر برنامه. نظریه پردازی درباره جنگ فراگیر در خاورمیانه هفته پیش تبدیل شد به پیشبینی وقوع جنگ جهانی. قبلا رسانه های جمهوری اسلامی هر مطلبی را از هر گوشه کناری که گیر می آوردن که نسبت به وقوع جنگ در خاورمیانه هشدار داده بود به اصطلاح ترجمه می کردن و منتشر می کردن. مسئولان امروز و سابق جمهوری اسلامی هم اون کنار همین کور رو ادامه می دادن. حالا از هفته پیش و درست در همین هفته پیش یکی از اینا که آقای حشمت الله فلاحت پیشه باشند توییت زدن، یعنی تو اکس نوشتن، جنگی پیش روست که از لحاظ دامنه بعد از جنگ های جهانی بی سابقه است. ما امشب نمیخوایم درباره این که چقدر این پیشبینی ها واقعی است صحبت کنیم. این یه برنامه مستقلی میخواد که بعدا خواهیم داشت. منظورم از این اشاره این است که این بود که سمت تبلیغات جمهوری اسلامی رو بشناسیم. دو سویه تبلیغاتی حکومت، بسیج مردم به ویژه در این انتخاباتش که دیگه حتی انتخابات ریاست جمهوریش هم مهم نیست، انتخابات مجلسش داره اینقدر سر صدا میکنه، بسیج مردم و تبلیغات نظامی، هر دو برای نشان دادن اقتدار نظام حاکم به اصطلاح. تبلیغ جنگ می شود به هر دو سویه کمک میکنه، هم به ساده لوحانی که همچنان خیال میکنن جمهوری اسلامی مدافع سرزمین ایران و مردم ایران در جنگ منطقه‌ای یا جهانی است، یعنی، و هم به تبلیغات جمهوری اسلامی و تولید تسلیحات هسته‌ایش خدمت میکنه. هشدارا رو دیگه تو اخبار شنیدین دیگه. این تکرار جنگ بزرگی در راه هست و فقط چند قدم تا وقوع یک جنگ بزرگ فاصله است و اینا همش در خدمت به همین هدفهای تبلیغاتی جمهوری اسلامی است که نهایتاً به ادامه عمر این رژیم کمک میکنه. تا زمانی که اوضاع اقتصادی و زندگی واقعی مردم به جایی برسه، به نقطه‌ای برسه که شورش و خیزش جان به لب رسیدگان راه حکومت کردن رو بر حاکمان فعلی ببند. خب البته شکی نیست، همیشه بحرانسازی شیوه حکومتی جمهوری اسلامی بوده. همین موشک پرانی های دبیسوز گذشته، به ویژه هفته پیش به اقلیم کردستان عراق و بلوچستان پاکستان که فقط غیر نظامیان کشته شدند و پاکستان هم به تلافی عده‌ای غیر نظامی رو در ایران کشت، هر دو جمهوری اسلامی بچه های گل با موشکاشون پرپر میکنن، میگن تروریست ها را به هلاکت رساندیم. هر دو به خاک سرزمینی که اینا برش حاکمان حمله میکنن بعدش میگن تمامیت ارضی را محترم میشماریم. یعنی و ادامه حملات انصار الله یمن به کشتی های تجاری در دریای سرخ دیگه هر روزه است. با وجود کشف محموله تسلیحات موشکی ارسالی جمهوری اسلامی به حوثی‌های یمن، همین انصار الله، همه نشون میده که جمهوری اسلامی بحرانسازی تازه‌ای رو شروع کرده و اهداف خاصی رو دنبال میکنه که یکیش و بسا مهمترینش انتقال توجه مردم ایران از مشکلات داخلی به تهدید حمله نظامی به ایرانه. و یکی از این مشکلات داخلی حل ناشدنی جمع شدن فنر صبر حاشیه نشینان و تنگ دستان بیخونه است.
چه جمعیت 26-27 میلیون نفری که در حاشیه شهرها زندگی میکنند و از حداقل‌های خدمات شهری محرومند، چه انبوه جمعیت جوان تحصیل کرده شهری که نمیتونن یه سقف بی‌دغدغه داشته باشن. امشب تو این برنامه به مسکن در ایران میپردازیم که ادامه تصاعدی وضع بحرانیش بیان فقیرتر شدن کل جامعه است و از بین رفتن بخش اعظم طبقه متوسط در ایران. 26 مرداد 1402 رویداد 24 نوشت: شهروندانی که در ابتدا از محله هایی که بیانگر طبقات آنان بوده رانده شده اند و کمی بعدتر به دلیل بحران مسکن حتی از شهرهای خود رانده شده اند، در ترکیب حاشیه نشینانی که تا دیروز سهمی از شهر نداشتند و حالا به دلیل بدمسکنی حتی در حال اخراج از حاشیه های شهرها هستند، می توانند چنان بمب دستی باشند که ضامنشان آماده کشیده شدن است. وعده 1 میلیون مسکن در سال، یا به قول خودشون 4 میلیون مسکن در یک دوره 4 ساله ریاست جمهوری اسلامی، از وعده های رئیسی بود دیگه، مهمترین وعدهش هم بود. بهمن 1400 که 6 ماه 7 ماه از ریاست جمهوریش گذشته و هیچ آجری رو آجر گذاشته نشده، طبیعتاً باز میاد میگه جدی جدی گفتم. ها وام ازدواجی یکی از کاری که دولت باید بکنه و ما جزو تصمیمات جدیمون هست، با اینکه بعضی ها ناباورانه قضیه رو منعکس کردن، ساخت مسکنه. ما گفتیم در هر سال 1 میلیون، در 4 سال 4 میلیون مسکن، که درستش اینه بگیم در 4 سال 4 میلیون مسکن. هم نیاز کشوره، هم وعده ماست، هم قانونه، و هم اگر نکنیم کشور عقب میمونه در ساخت مسکن. چقدر فکر عقب افتادن کشورن و قانونن و فلانن. چقدر این آیت الله اعدام به قول محمد نوریزاد مغز نخودیه. واقعا گول کیو خورده؟ همچنان روش واسطاده رستم قاسمی که از خالیبندترین و فاسدترین فرماندهان سپاه که شد وزیر نفت احمدی نژاد و حلقه قاچاق نفت و به امر رهبرش با بابک زنجانی و دیگران تشکیل داد، مثلا دور زدن تحریم ها، در دولت رئیسی شد وزیر راه و شهرسازی. تخم لق ساخت سالانه 1 میلیون مسکن و او گذاشت تو دهن رئیسی. 24 شهریور 1400 رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی میگوید توانایی لازم برای ساخت 1 میلیون مسکن در هر سال وجود دارد و میتوان در طول دوره این دولت 4 میلیون مسکن را عرضه کرد. به زودی شاهد اقداماتی که در این مدت کوتاه برای ساخت 1 میلیون واحد مسکونی در سال انجام شده است خواهیم بود. طی این مدت زیر ساختهایی برای جهش جدی تولید فراهم شده است. معلومه دیگه همش دروغه. بعد دوباره میبینه نشد. خب بالاخره دو تا یقش رو میگیرن. چی شد حاجی؟ رستم قاسمی 26 مهر 1400 یه ما بعد: قرار نیست سالی 1 میلیون مسکن بسازیم. وعده ساخت 4 میلیون واحد مسکونی در دولت 13 به این معنی نیست که در هر سال 1 میلیون واحد ساخته شود، چرا که همه می‌دانیم ساخت مسکن حدود 1.5 سال زمان می‌برد. بنابراین از ابتدا این مسئله را اعلام کردیم که در بهره نخست باید تا حدود 2 میلیون واحد مسکونی شروع کنیم و هم اکنون عملیات اجرایی نیز در شرف آغاز شدن است. شرف ندارن. من نمیدونم چرا کلمه شرف اومد به دهنم. ببخشید. یعنی بازم به هر حال بریم سر مطلب. بازم داره همین مزخرفات رو میگه. رستم قاسمی حالا مردی چی؟ رئیسی تا همین امروز، یعنی رستم قاسمی یه ما بعد اومد که با قرار نیست فلان بکنیم 1 میلیون هر سال بسه، رئیسی تا همین امروز هم همین وعده ابلهانه رو میده. 2 سال هم که گذشته، اون 2 سال حالا چش گاوه، عیب نداره،
حرف مرد یکیه، اما همون وعده دو سال پیشو بازم باید بگیم. میگیم 20 مهر 1402 رئیس جمهور درباره وعده دولت 13 برای ساخت سالانه 1,000,000 مسکن گفت: در زمان حاضر 1,500,000 هنناخ که نیست، همینجوری میگه، در زمان حاضر 1,500,000 واحد مسکونی در مراحل مختلف اجرا قرار دارد. ساخت مسکن بسیار مهم است و از همین جهت اولویت دولت 13 در شهرها و روستاهاست. علاوه بر این قانون هم ساخت سالانه 1,000,000 مسکن را تکلیف کرده است. هیچ توضیحی لازم نیست من بدم، نه در باره دروغای شاخدار 1,500,000 واحد در حال ساخت، نه اصلا کاری بهش داریم، به این رئیس جیرین. یه ویدیوی پخش کردیم چند هفته پیش، شاید یادتون باشه، از سیما یا آقایون، همونو ببینین. جواب روشن، دولت هم این دولت در واقع اومده گفته من در طول 4 سال 1,000,000 واحد مسکونی میسازم، 4,000,000 در مجموع تحویل میدم. حالا کاری نداریم میشود یا نمیشود، اجرایی میشه یا نمیشه، توانش هست یا نه. مسئله اینه که اصلا این راه حله، یعنی میتونه راه حل باشه. به هر حال اونچه که میدونیم اکثرشون هم داره در واقع تو شهرهای کوچیک ساخته میشه، یعنی مشکل کلان شهرها خیلی به نظر حل نمیشه. خب متاسفانه حالا اون چیزی که ما توی آمار ارقام داشتیم و در گزارشامون هم انشاءالله یه گزارش جامع در حوزه نهضت ملی رو ظرف چند هفته آینده حتما منتشر میکنیم نشون میده که وضعیت ساخت واحدها خیلی مساعد و مناسب نیست. و خب حالا چقدرش تحقق پیدا کرده تو این مدت؟ فکر میکنم عددی که ما استخراج کردیم از اطلاعات وزارتخونه یه چیزی هولوش 300,000 واحد در حال انجام هست که 2 از دولت هم گذشته. بله، و اکثریت این واحدام در مراحل ابتدایی قرار دارن و خیلی این مسئله رو امکان پذیر نمیدونیم. ببینین یادتون باشه ها که این مصاحبه ای که الان صحبتایی که دیدین که گفت ما 2,300,000 تا که در این حد هم نیست، حالا میگم مهر 1402 رئیسی اومد گفت تو سیمای آقایون که در زمان حاضر 1,500,000 واحد مسکونی در مراحل مختلف اجرا قرار دارد، ساخت مسکن مهم است. آخه آخوند سید اولاد پیغمبر چرا اینقدر واضح دروغ میگی؟ این هم اسمشو میزنید تقیه؟ صبح تا شب شما تقیه میکنید؟ دروغ به مردم گفتن یعنی تقیه کردن؟ ای تو اون تقیهتون رو نمیدونم آینتون رو اون مرامی که شما واقعا بهش خودتون رو بستین و دارین به اسمش حکومت میکنین. عرض کردم که در حتی در این حد هم نیست که این یارو مثلا کارشناس تو سیما اومده میگه که 2,300,000 تا مثلا در حال ساخته. همین 8 مهر 1,402 اسقر سلیمی نماینده مجلس میگوید از ساخت 4,000,000 مسکن تا امروز 1 روی آجر گذاشته نشده. خیلی از افرادی که مستأجر هستن نسبت به سال قبل اجارهشان تا حدود 2 بیشتر شده. حرفایی که میزنم خیلی نیاز به کار کارشناسی ندارد. آقای هم بروند و یک ملک در یک نقطه تهران را هدف قرار بدن تا ببینن آن ملک در سال 1400، 1401، 1402 چه سیر قیمتی را دنبال کرده است. اولویت اصلی مردم مسکن است. ما باید بدانیم وقتی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را وضع می‌کنیم به همراه آقای امام خامنه ای، یا مرتب به جوانان می‌گوییم ازدواج را در برنامه زندگی خود قرار دهید، سنگ بنای آن رفع دغدغه مسکن است. ببینید سال 1401 را در نظر بگیریم، مقایسه‌ای که ایشون گفتن. به گفته عضو کمیسیون عمران مجلس 20,000,000 نفر در کشور حاشیه نشین شدند. مجتبی یوسفی با اشاره به افزایش 50% نرخ تورم گفت بدیهی است که بازار مسکن و اجاره بها هم متاثر از این افزایش قیمت دچار تلاطم شود. اردیبهشت 1402 افزایش اجاره بهای مسکن در تهران در طول یک سال اخیر، یعنی در طول 1401، به 54% رسیده. به این ترتیب یک خانواده برای اجاره یک واحد 50 متری در کمترین حالت باید ماهانه حدود 4,500,000 تومان بپردازد.
در حالی که دستمزد کارگران در ایران از این میزان کمتر است و این موضوع موجب افزایش کانکس نشینی در پایتخت شده است. بسیم بخونم. در گزارش وبسایت فرارو به عنوان نمونه به آگهی یک کانکس 20 متری در منیریه تهران اشاره شده که برای آن 50 میلیون تومان پول پیش و اجاره ماهیانه 200 هزار تومان تعیین شده. در شهرستان پردیس هم کانکس 10 متری با اجاره ماهیانه 1 میلیون 300 هزار تومان آگهی شده. همچنین برای اجاره کانکس 12 متری در یافت‌آباد 10 میلیون پول پیش و 600 هزار تومان اجاره ماهیانه طلب شده. اینا هم مربوط به تهرانه. در بسیاری موارد اجاره دهندگان کانکس فقط باکس را در اختیار افراد قرار میدهند و فرد باید خودش زمین محل استقرار کانکس یا باکس رو تأمین بکنه. طبق آخرین و تازه ترین گزارش های رسمی مراکز آماری در ایران، در سال 1400 برای نخستین بار در کلان شهر تهران تعداد مستاجران از تعداد صاحبان خانه بیشتر شد. پیش از این نیز، یعنی این ادامه هم داره، پیش از این نیز گزارش هایی درباره رواج پشت بام خوابی در تهران منتشر شده بود که بر اساس آن افراد برای خوابیدن بر پشت بام خانه ها شبی 25 تا 50 هزار تومان پرداخت می کنند. این کانکس نشین ها رو در شهرها رو کانکس نشین ها در شهر رو وقتی با حاشیه نشینان شهری کارتون خواب ها، گور خواب ها، سقف خواب ها، پشت بام خواب ها در نظر میگیرین، یک جمعیت نزدیک به 40 میلیون نفرند. این آمار مال اردیبهشت 99 ها. علی محمد رضا محبوب فر عضو انجمن آمایش سرزمین ایران با اشاره به وضعیت حاشیه نشینی در کشور گفت در سال 1396 حدود 40% از جمعیت شهری ایران حاشیه نشین و بدمسکن بودند، اما امروز پس از 3 سال، یعنی در سال 1399، همزمان با تورم و گرانی در بخش مسکن، افزایش اجاره بها و غیره، میزان حاشیه نشینی در کشور به 45% رسیده است. اگر این 45% را نسبت به جمعیت 85 میلیون نفری ایران حساب کنیم، امروز یعنی سال اردیبهشت 99 بیش از 38 میلیون نفر حاشیه نشین و بدمسکن هستند. بدمسکن یعنی همین کانکس، پشت بوم خواب، گور خواب، کارتون خواب. من نمیگم، این از رسانه های جمهوری اسلامی. بیش از 38 میلیون نفر در سال 1399 تا الان من نمیم چقدر رفته بالا. در سال 1397 حدود 19 میلیون نفر از ایرانیان در 3000 منطقه حاشیه نشینی سکونت داشتند، اما امروز بعد از 2 سال، سال 99، همزمان با وقوع بحران‌های مالی و اقتصادی در کشور، این جمعیت به 38 میلیون نفر رسیده است. یعنی چی؟ یعنی در طی 2 سال تقریبا 2 برابر شده جمعیت حاشیه نشین. بعد اونایی که اجاره نشینن از امسال باید مالیات اجاره نشینی را به دولت بدن. حقوق بگیران اجاره نشین بر اساس لایحه بودجه 1403 باید معادل اجاره بهای 7 متر مربع آپارتمان مالیات بر درآمد بپردازن، چون درآمدشون زیاده بازم باید یه خودشو بدن به دولت محرومان. مالیات بر دستمزد و انواع درآمد حقوق بگیران به گونه‌ای چیده شده که مستأجران تهرانی صرف نظر از ابر هزینه اجاره بها باید 8% مالیات هم بپردازند، به خاطر اینکه مستأجرن. این البته ربطی به طرح مسکن ملی و نهضت ملی مسکن و مسکن مهر و ماه و این چرت و پرتا نداره. این فقط مشارکت اجاره نشین بدبخت در کمک مالیاتی به خزانه دولت بیچاره که یهو 8 میلیون سکه معادل 240 هزار میلیارد تومنش گم میشه. گفتم دیگه، هفته پیش بود فکر کنم. اینجوری میخورن، اینجوری از مردم بدبخت میگیرن، میخوام بزنن جاش. آنچه که به
خانه سازی و طرح‌های مشعشع حکومت مربوط میشه، اینه که دولت رئیسی اومده راه‌های جدیدی رو مثلا باز کرده. یکی از طرح‌هایی که اخیراً تصویب کردن، من همینجا بگم قبل از اینکه طرح رو، این که میگیم این دولت و اون دولت، واقعاً چه میدونم جوک، فریبکاری، تراژدی اینا نیست. میدونین، شما میدونین، منم میدونم که این دولت ها همه ویترینن. حکومت از بالا توسط پیشوا و اطرافیانش داره اداره میشه. حالا اومده دو تا تر این دولت رئیسی داده به خاطر اون وعده های مسکن و اینا. یکیش تعریض که همین هفته پیش در کمیسیون عمران مجلس تصویب شد، 26 دی 1402، بر اساس تصویب کلیات طرحی در کمیسیون عمران مجلس، مالکان اراضی غیر مسکونی در روستاها، بومی و غیر بومی، به شکل مشروط می توانند به مجوز تغییر کاربری به مسکونی دست یابند در روستاها. از سوی دیگر تازه ترین آمارها نشان می دهد 478,000 خانه، یعنی نزدیک 500,000 خونه در روستاهای کشور خالی از سکنه است و اکثر این املاک خانه دوم مالکان شهری است. تغییر کاربری اراضی روستایی به ساختمانی به معنای تشدید سوداگری ملکی توسط غیر بومی ها، همون شهری ها تو روستا است. خطر بزرگتر هم تهدید امنیت غذایی به واسطه حذف تدریجی زمین‌های کشاورزی است. امنیت غذایی کیلو چند؟ قرارگاه ستاد، قرارگاه امنیت غذایی درست کردن، می‌بینید دیگه، همون سردار کاظمیانی سرتیپشون پاسداره. نمیدونم هنوز زندانی یا نه، انداختن زندان ماجرای چای دبش که لو رفت، اون مسئول قرارگاه امنیت قضایی بود دیگه. حالا این وضعیت تبدیل، یعنی طرح میدن مجلسی ها، حالا نمیخوام من رو جزئیاتش برم، نمیشه به هزار مسئله پرداخت، واقعا به اینکه این طرح برای دلالی و جیب بنیاد مسکن و منافع خود نماینده های زمینخوار مجلس به اسم طرح هادی تصویب شده، اینا رو نمیخوام واردش بشم. اکثر 500,000 خانه ای که در روستا هست، که بیش از 10% کل خانه های روستایی در کل ایرانه، خالیه. مال گردن کلوفتا دومکو، ببخشید دومکلوفتایی که توی ایران تو شهرها هستن و ویلای خونه چیزی توی روستا دارن، درش هم مهرموم کردن، حتما چه میدونم خدمه حشم مشم فلان اینا دارن که برسن به اینا، برای اینکه اینا مثلا یه ما در سال شاید بیان تو خونه، این خونه های خالی. حالا بحث مالیات بر خانه های خالی اینا هم که بماند، اونم که نمیگیره. حالا بذارین من میگم 10 موضوع رو با هم نرم، همین متمرکز شیم روی این قضیه. حالا یه طرح دیگه، گفتم دو تا طرح این دولت رئیسی، یکیش اینه، یه طرح دیگه این دولت رئیسی که نماینده هاش، یعنی چی بگم، کارگزاراش، باندش، هر چی میخواین اسمش رو بذارین، وابسته هاش تو مجلس میان میشینن، خودشون هم که منافع خاصی دارن در مورد املاکشون، خونه هاشون تو روستاها، میان این طرح رو تصویب میکنن، ما زمین ها رو برداریم، ملک داریم، فلان داریم، تو اونجا کشاورزی رو همه صاف کنیم، خونه بسازیم. خب یه طرح دیگه ای که قبلا از طریق بانک مسکن اعلام کرده بودن، اومدن مثلا ترمیمش کردن، اما این طرح تغییر کاربری که گفتم به شکل وحشیانه تری نسبت به قبل در جهت منافع بانک ها و تازه به دوران رسیده های مجلسی و سپاهی است. هیچ نفعی برای مردم نداره، هیچ
یک واقعا خنده وقیحانه به وضع نظار دست کم نیمی از جمعیت کشوره. اگه یادتون باشه آبان 1401 دولت با کلی تبلیغات و سر و صدا اعلام کرد بانک مسکن 960 میلیون تومان وام مسکن میده با شرایط خاص و بهره خاص. بدوید که ارزونش کردم. حقیقت چه بودم با؟ رسانه ها در ایران نوشتن وام مسکن با اقساط 35 میلیونی به معنای مسخره کردن مردم است. قسط ماهانه ی وام 960 میلیون تومانی بانک مسکن حدود 35 میلیون تومان می شود. با این وضعیت نه فقط کارگران که حتی عمده کارمندان بخش خصوصی دولتی با حقوق حداکثر 9 تا 15 میلیونی توان پرداخت چنین اقساطی را ندارند. دولت آمد برای ترمیم این طرح به جای اینکه مبلغ وام رو ببره بالا و بهرهش رو کم بکنه، هزینه این وام رو برای وام گیرنده مدام بالا برده از همون 1401 تا حالا، طوری که این اواخر رسید به 275 میلیون تومان. یعنی چی؟ پول کاغذبازی، اداره بازی، بوروکراسی، پول کاغذبازی وام 960 میلیون تومان می شود 275 میلیون تومان. یعنی از اول اسمش 960 میلیون تومانه که به حالا میدن، همون اول 275 میلیون تومانش ازت میگیرن به اسم برگه اوراق تسهیلات. یعنی به جای 960 میلیون 685 میلیون تومان بهت میدن. قسط 960 میلیون تومان ازت میگیرن، اونم ماهی 35 میلیون تومان. دیوار اگه کنارتونه کله رو بکوبیم به دیوار. آخه به کی، به تو کدوم کجای دنیا این ریختی با مردمشون برخورد میکنن؟ ۲۷ دیماه 1402 سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه با اشاره به افزایش قیمت اوراق تسهیلات مسکن میگوید در همین هفته گذشته شاهد افزایش محسوس برگه اوراق باب مسکن بودیم. همکنون زوجین برای تسهیلات 960 میلیون تومانی مسکن باید بیش از 270 میلیون تومان هزینه کنند و تأمین این رقم برای دریافت وام که موجب کاهش نرخ تسهیلات، یعنی اصل وام همون که گفتم 685 تومان میشه، نیز میشود برای اکثر جوانان بسیار دشوار و حتی ناممکن است. با این تسهیلات کمتر از 10 متر خونه هم نمیشود خرید. دولت با افتخار اعلام میکند که وام مسکن را به 960 میلیون تومان رسانده، صرف نظر از هزینه های بسیار بالای دریافت این وام که خود نیازمند دریافت یک وام دیگر است. اقساط چنین تسهیلاتی حدود 35 میلیون تومان میشود. در نتیجه کارگران با حقوق حتی 9 میلیون تومان از صف دریافت این تسهیلات حذف میشوند. بارها از سوی مراجع مختلف اعلام شده که 70% سبد معیشت کارگران صرف هزینه های مسکن میشود. با فرض اینکه کارگران هیچ هزینه دیگری بجز قسط وام مسکن نداشته باشند، باز هم مبلغ درآمدشان 1/4 قسط این وام 960 میلیون است. ببینین بازار مسکن معمولا یکی از بازارهایی است که مستقیم به رونق اقتصادی وصله. وقتی رونق داره یعنی اقتصاد مملکت راکد نیست و خود رونق بازار مسکن باعث میشه که اقتصاد کشور به سمت رونق بره، مشروط بر این که همه عوامل با منطق اقتصاد سازگار باشن. به همین دلیلی که وقتی رونق بازار مسکن اقتصاد کشور رو به سمت تورم میکشونه، تو کشورهایی که با منطق سرمایه‌داری اداره میشه میان بهره بانکی رو انقدر میبرن بالا تا خریدارای خونه دست نگهدارن نتونن بخرن، اون در واقع قسط رو بپردازن، در نتیجه بازار آرام میشه، جلو افزایش تورم رو میگیرن، بازار مسکن خلوت میشه و قابل کنترل میشه. تو ایران نرخ تورم مدام در حال افزایشه، پول مدام داره ارزشش رو از دست میده، بهره بانکی بدون ارتباط با بازار، و حالا داریم درباره بازار مسکن صحبت میکنیم، بدون ارتباط با بازار مسکن تعیین میشه و تنها معیاری که براش دارن اینه که مردم بهره رو ببریم بالا، سپرده گذاری مردم بکنن تو بانکا، ما بانکامون خالی نشه. یا باید پولم پخش میشه اینجوری بین مردم، همینجوری نقدینگی هم میره بالا. خب مردم فکر کنن پول دارن، خب نمیتونن بخرن. اما
به همین دلیل بدون هیچ منطق بازار در حداقل 20 سال گذشته بهره بانکی مدام افزایش پیدا کرد. اومدن در موارد خاص مثلا همین مسکن دلیل وضعیت بحرانیش بهره‌های پایین برای وام مسکن اعلام کردن مثلا تا مثلا کمک کنن مردم خونه دار بشن، اما فقط اعلام کردن. حتی اعلام کردن یه بار مثلا چه میدونم هنوز هم دارن میگن 200 میلیون تومان وام میدیم با بهره 8%. عملا خبری نیست، نه مسکن ساخته میشه نه مسکن خریده میشه. کمترین نرخ بهره ای که مثلا لطف میکنه بانک مسکن به عنوان پیشران ساخت مسکن به خریدارای اول با شرایط خاص بده 18%. 18% نمیدونم کی میگیره، تونسته کسی بگیره. بعد قیمت مسائل ساختمانی به تناسب افزایش وحشتناک و بیرویه قیمت ها مدام بالا میره، در نتیجه هزینه تولید مسکن مدام اضافه میشه، خونه برای تولید کننده گرونتر تموم میشه، در نتیجه قیمت خونه میره بالا. الان قیمت متوسط خونه در تهران 6-7 میلیارد تومان، از منظورم از چه بدونم از وسط شهر به بالا نیست، از وسط شهر به 6-7 میلیارد تومان. کی میتونه خونه بخره؟ همه اونایی که دنبال خونه خریدن بودن اجاره نشین میشن که خود داستانی است پر آب چشم. آخه این گره چجوری باید وا بشه؟ بانک مسکن قاعدتا باید وارد صحنه بشه دیگه، اولین بانکی که باید وارد صحنه بشه، وام کم بهره بده تا خریدارا بتونن وارد بازار بشن، اما وارد صحنه نمیشه، اصلا نمیتونه بشه. تولید و بازار مسکن در حال رکود و خواب زمستانی است. آیا منطقی داره این رکود؟ یه نموداری رو ببینید که بله این میزان و روند صدور پروانه ساختمان در تهران از سال 1396 تا سال 1402 با چه منطق اقتصادی و عمرانی و اجتماعی سال 77 7400 پروانه ساختمانی صادر شده، سال 90 28000 پروانه ساخت صادر شده، سال 1401 6000 پروانه ساخت. با چه منطقی؟ هیچ منطق اقتصادی نداره، منطق دزدی و رانتخاری و پارتی بازی داره. بی خود نمیگم اینو. 22 دی ماه 1402 فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن میگوید ما اعتقاد داریم که بخش گسترده ای از این افزایش قیمت مسکن که در کشور رخ میدهد سناریوی از پیش تعیین شده توسط نهادها و دستگاهها و به طور خاص دولت است. دولتها متاسفانه با نگاه درآمدی به حوزه مسکن نگاه میکنند و علاوه بر اینکه افزایش قیمت مسکن را دامن میزنند، ریسک سرمایه گذاری در تولید مسکن کشور را به شدت افزایش دادن و یکی از عوامل اصلی کاهش تولید مسکن هم همین است. بزرگترین تهدید در حال حاضر این است که امروز بالغ بر 13 میلیون جوان در کشور داریم که یا به سن ازدواج رسیدن و یا از سن ازدواجشان گذشته و مسکن میخواهند. در واقع پشت درهای بسته تصمیم هایی میگیرند آقایان که خروجی آن مثبت نیست. از همه بدتر این است که متاسفانه ما در کشوری هستیم که به لحاظ ساختاری حتی به مصوبات مجلس هم تمکین نمی کنند. مصداق بارز آن سیستم ناکارآمد بانکی است که با وجود اینکه قانونگذار مصوب کرد 20% منابع بانکی در حوزه مسکن و ساختمان استفاده شود و مردم از تسهیلات بانکی استفاده کنند، اما متاسفانه چی همیشه اینا هرچی میخوان تصویب میکنن یک کار دیگر میکنن، اما متاسفانه نه زور دولت به بانک ها میرسد نه زور مجلس، فقط صحبت ها را رسانه ای میکنند و میگویند بانک ها قرار است تسهیلات بدهند. ببینین اولین بانکی که مخاطب این صحبت هاست بانک مسکن که عرض کردم مثلا پیشران تولید مسکن در ایران است. چه میکنه؟
در خدمت آقای فریبرز کلانتری هستیم، روزنامه‌نگار محقق در حوزه فسادهای کلان حکومتی. خوش آمدید آقای کلانتری به امشب سفره آقای. ممنون، مرسی آقای مسکن. بانک آقای مسکن، ببینین من اصلا دیوانه شدم، اگر همینجوری دارم همینجوری حرف میزنم منو ببخشید. با این وضعیت با به طور کلی که اعصابم به هم ریخته هست، حالا دیگه با این خبره که من مردم واقعا دمتون گرم که این برنامه ها رو نگاه میکنین، هر چقدر فریاد میزنین، مشت به دیوار میکنین، به هر حال شاید اندکی اندکی بر تاریک خانه جمهوری اسلامی این برنامه ها نوری بتاباند. هرچه آگاهی بیشتر باشه خب طبیعتا بهتر برای هر جامعه و مردمی. باری آقای کلانتری عزیز، بانک مسکن بفرمایید. سوال اصلیم اینه در برای بقیه برنامه، چه میکنه دست کیه؟ عرض کنم خدمتون، ما به یه پیشینه بانک مسکن که نگاه میکنیم. بانک مسکن سال 1317 25 دیما 1317 تأسیس میشه به اسم بانک رهنی با سرمایه گذاری وزارت دارایی اون موقع و بانک ملی، و همون موقع تأسیس و تا همین الان هم میگن مأموریتش اینه که موضوع فعالیتهایش در خصوص مسکن باشه. اما متاسفانه ورود میکنه به حوزه های دیگه بجز مسکن و فسادهای عجیبی، حالا یه دوره های فسادهای اقتصادی کلان رخ میده که ما امشب شاید تو سه تا دوره شو برسیم بهش بررسی کنیم، که در دوره جدید فسادهای اخلاقی هم اضافه میشه علاوه بر فسادهای اقتصادی. در مرحله بعدم که به قول تعریف خودشون حتما باید شاهد فسادهای امنیتی هم باشیم، چون اینها خودشون که تعریف میکنن میگن فساد مالی و اخلاقی همیشه پیوست فساد امنیتی هم از این حد داره حتما. ببینید سال 90 حالا تو اوج تحریم ها هستش، بانک مسکن تنها بانکیه که در واقع هنوز سویفتش کار میکنه، هنوز تحریم نشده. دوستان میان مثلا میان یه کار خارق‌العاده‌ای کنن، میگن بیاین ما استفاده کنیم از این ظرفیت و بانک مسکن از سویفتش که باز استفاده کنه و بتونیم تحریم ها رو دور بزنیم و کالای اساسی بیاریم. بانک مسکنی که چیه و وظیفه ذاتیش، اصلا مأموریت اصلیش ساخت مسکنه. مدیر عامل یا آقای به نام آقای قدرت الله شریفی اونجا. محصل این عملیات چی میشه؟ محصل این عملیات این میشه که ما سال 92 اون موقع که من روزنامه تابناک بودم یه گزارشی به دستم میرسه، اگر اون عکس یک رو نشون بدید، اونجا تو عکس یک من یک تیتری میزنم که تخلف 1 میلیارد یورویی در بانک مسکن. یعنی این آقای قدرت الله شریفی میاد به جای اینکه بیان اون خدماتی که بدن مثلا تحریم ها رو دور بزنن، نتیجه کارشون این میشه که میان یه تسهیلات میدن، اما به کی میدن؟ مثلا میدن به یکی که فامیل خودشون بوده، یعنی پدر عروسش بوده که یکی از مسکن سازان بزرگه به نام آقای حسن حسینی قشمی. حسن حسینی قشمی، قشمی بله، که پدر در واقع عروس آقای قدرت الله شریفی بوده. یعنی یه تخلف 1 میلیارد یورویی به اضافه یه 500 میلیون درهم، اونجا رقم به اصطلاح دستاورد اینا میشه تو اون تخلفات، که همین امرم باعث میشه که هم برکنار بشه هم دستگیر بشه. دیگه حالا من خبر ندارم اصلا زندان موند رفت چقدر موند چقدر موند، دیگه خبری از آقای قدرت الله شریفی از اون نبوده. اما همین تیتری که ما زدیم میخوام بگم این چقدر مشکلات برای من ایجاد شد. من روز بعدش که داشتم میرفتم روزنامه، من معمولا سر اون خیابون عباس آباد، دیگه الان با دیگه اسم نمیگم، نمیم شهید بهشتی شده الان، من الان دارم اسمای قدیمی میگم، بغل سینما آزاد، سینما آزادی پیاده میشدم، معمولا پیاده میرفتم، خیابون شیشون بود اون موقع دفتر روزنامه تابناک. پشت سر هم تلفن‌های نو کالر آیدی به من میزد و من جواب نمیدادم، معمولا من جواب نمیدادم،
حالا از دستگاه امنیتی بوده، اینا کاری ندارم، من کسی که نمیشناخت جواب نمیدادم. رسیدم دفتر روزنامه، گفتن آقا چرا تلفنتو جواب نمیدی؟ یه آقایونی دارن از وزارت اطلاعات زنگ میزنن. گفتم خب زنگ بزنم، من که نیدم، من نمیدونستم که شماره معلوم نیست. گفتن چیکار؟ گفتن زنگ میزنن. خلاصه تماس که برقرار شد، ما رو خواستن توی حراست بانک مسکن. یه آقایی بود اون موقع حراست پرسنلیش بود، آقای معینی، و یه آقایی هم ظاهرن که از وزارت اطلاعات بود به نام آقای کیانی. خلاص شروع کردن یه سری اول تهدید و فلان و اینا که آقا شما با این گزارش، ما اون موقع تو اون گزارش اسمم نزده بودیم، حسن حسینی قشمی زده بودیم، ه ه قه اسمشو نزده بودیم، بالا به دلایلی که دلایل سانسور و اون اتفاقاتی که برای همه میفته دیگه، روزنامه نگاری در کشور. این میگفت نمیدونم شما عامل ما رو سرخ کردید، نمیدونم این عامل ما بانک زده برای ما، داره تحریم ها رو دور میزنه. بعد شما اصلا کجا آوردید اینا که ما اون سرخ گفت عاملمون رو سرخ کردید، اون در دبی این سرخ شده، یعنی لو دادین ها، لو دادیم. آره حالا ما بعدا فهمیدیم این میگفت سرخ کردیم، ما گفتم سرخ کردی یعنی مثلا گذاشتیمش رو گاز یا پیکنیک، اینا ما نفهمیدیم چی شد، ما ادبیات اینا رو نمی‌رسیم، بعدا فهمیدیم. میگفت یعنی شما لو دادید این عامل ما، عامل ما وزارت اطلاعات به شما. بله نمایندهش اومده بود آقای معینی، حراست پرسنل بود، یعنی نماینده وزارت اطلاعات بود تو بانک مسکن. معذرت میخوام، و شما دبیر تحریر اون موقع اگه اشتباه نکنم دبیر تحریر روزنامه بود، تابناک روزنامه، تابناک روزنامه. بله سال سال 92. خب بفرمایید، ببخشید عرض کنم خدمتی که بعد از کجا بودیم ما اون گزارش چند صد صفحه‌ای که هنوز اونم ما هیچ وقت منتشر نکردیم بهشون نشون دادیم، تازه اینا تعجب کردن، یعنی اصلا باورشون نمیشد این گزارش دست شما چی کار میکنه. گفتم که این گزارش رو به ما به صورت از یک کانال مردمی آوردن به ما دادن. گفت نه ما 10 تا از اینا رو هم داریم. گفتم بدتر، شما 10 تاشو داری اقدام نکردی، هیچ کاری نکردی، این یه دونش این افتضاحه، اون 9 تا دیگه هم اگه میخوای کپی بده به من، من یه بشینم بخونم ببینم چی ته این کثافتی که شما زدید تو این بانک مسکن در میاد. گذشت و ما اومدیم و بعدم که بالاخره ایشو برکنار شد، تو همون اکسسمون هم هست یه خبر برکناری آقای شریفی هم اومد، و یعنی اون چیزی که ما میگفتیم درست بود. ما هم اومدیم، از همه جالبتر بگم برسم به بخش دومش، وقتی ما اومدیم اینا اومدن یه بسته کادوی بزرگی به من دادن، یعنی من تعجب کردم، یعنی همین آقایون حراستی گفت چیزی بود این چیه دیگه؟ گفت نه ما میخوایم تقدیر کنیم اینا. گفتم نه اصلا این حرفا چیه اینا، منم واقعا ترسیدم، گفتم نکنه تو این پولی گذاشتن، چیزی گذاشتن، کارتی هدیه، کارت بانکی چیزی گذاشتن، ترسیدیم. گفتن نه شما چیز کن خیالت راحت باشه، به هر صورت چون شما زحمت کشیدیم ما تقدیر کنیم از زحمت شما. بعدا ما اومدیم باز کردیم دیدیم یه دونه قرآن با این قلمای الکترونیک که روش میخونیم، مثلا قرآن رو برات به صورت قلم الکترونیک میخونه. از این گذشته حالا ما داریم این کارو میکنیم، یکی پیدا شد شما رو تطمیع بکنه آیه. آره تطمیع قرآن میکنه. من اصلا گفتم شاید مثلا روی پیشونی من، به هم موقع گفتم آقا رو پیشونی ما چیزی نوشته شد. بفرمایید همین گیرودار آقای مهدی احمدی که امروز شده مدیر عامل بانک شهر، داماد آقای محسن رضایی، با پسرش خود آقای قدرت‌الله شریفی با من گفت، به من گفت جلو همین دوستان حراستی و اطلاعاتی گفت، گفت اومدن اینجا نشستن منو خف کردن، میگن بعد وام میلیارد تومانی با ما بدی، وگرنه این که تیتر یکه، ما ادامه میدیم این مسیر رو. این وضعیت مثلا کی، ببخشید این جمله آخرتون، کی به کی میگفت و یعنی ازش باج میخواست؟ مهدی احمدی داماد آقای محسن رضایی که الان مدیر عامل بانک شهره، همین مهدی احمدی بله، و آقای علی رضایی پسرشون، اینو آقای قدرت‌الله شریفی جلوی همین آقای معینی و همین آقای کیانی که نماینده بود در وزارت اطلاعات اومده بود گفت اینا اومده بودن اینجا بعد از این روزنامه این خبر شما اومده بودن اینجا ما رو یقه کرده بودن، خفتمون رو گرفته بودن که باید ما وامای چند میلیارد تومانی بدی، وگرنه ما میخوایم ادامه بدیم، تهدید رفته بودن باجگیری کنن دیگه. حالا ما که اونجا این ارتباط رو من الان فهمیدم، به خاطر اینکه تا
تابناک دست محسن رضایی عوامی. بله به خاطر اون رفتن اینو اصلا ما روحمون هم خبر نداره. حالا شما فکر کن این شریفی اینو داره میگه، شاید به ما هم میگه. گفتم آقا یعنی مثلا ما رو به ما دارن چیکار میکنی؟ خودم کادو داده بودن دیگه، اون به ما که قرآن الکترونیک قلمو دادن دیگه. ببین میگم میخوام ببینم تشریح این بانک وضعیت که میگی بانک مسکن. حالا توی دوره بعد خیلی جالب تر میشه، تو بین سالهای 99 تا 400 یکی بریم نزدیکتر بشیم، الان برسیم به این وضعیت موجود که هست. یه آقایی رو میارن به اسم آقای محمود شایان که در واقع اسمش هم محمود ریگیه اما عوض کرده فامیلشو، شده محمود شایان. این آقای شایان یه موقعی تو بانک ملی بوده، تو هیئت مدیره بوده، ارتباط ویژه‌ای با دو نفر تو قوه قضاییه داشته. یکی آقای اسماعیلی که سخنگو بوده الان رئیس دفتر آقای رئیسیه، یکی هم آقای اکبر طبری معروف دیگه. دیگه اکبر طبری دیگه حتما همه میشناسن دیگه. جالبتر انقدر من تو من بودن، دختر آقای طبری خانم طاهره اطباعی طبری مسئول دفتر شایان بوده در بانک ملی. بر بانک ملی یه خدمات ویژه‌ای هم بده، با کمک اینها این میاد میشه مدیر عامل بانک مسکن. مدیر عامل بانک مسکن میشه، اونجا میاد یک شبکه اولیگارشی تشکیل میده، یه شبکه وحشتناک. کار که نمیخوام بکنم، یعنی شما اگه تو اون سند چهاری که ما این شبکه رو ترسیم کردید ببینید، میبینید عمق فاجعه کجاست. یعنی از پسر آقای سردار رحیمی که الان قرار شده رئیس پلیس امنیت اقتصادی، از پسر آقای سردار رادان، از اقوام آقای نیکزاد که الان نایب رئیس مجلسه، از داماد آقای ولایتی، نمیدونم پسر معاون شهردار تهران، خواهرزاده آقای رئیسی، نمیدونم پسرخاله خودش، پسردایی اون قاسم مکارم و یه بخشی مربوط به اون قاسم مکارم، اون باندی که ایمان اسلامیان که تو وزارت راه گرفتنشون و باعث عزل آقای رستم قاسمی شد و بعدم فوت و اینا، اینها یه شبکه تشکیل میده اونجا که قرار بوده کار نکنن دیگه. شما نگه یه دونش، یه نمونه شما ببینید، یه آقای رو میذاره مدیر عامل گروه سرمایه، گروه مالی بانک مسکن که این بزرگترین شرکت پیشران برای ساخت مسکنه، به نام آقای مهدی تهافچی. این آقای تهافچی با یه مدرک قلابی داره به نام دکترای معماری از یه بنیادی به نام بنیاد دانش‌پژوهان تمام مدرک قلابی صادر می‌کرده. یعنی یه آدم با دکترای قلابی معماری شده مدیر عامل شرکتی که بزرگترین شرکت و بزرگترین پیشران باید باشه در وضعیت مسکن کشور. این یه نمونش. حالا گند و کثافتی که بقیهشون زدن به جای خودش، یعنی من اینا رو طبقه بندی کردم دیگه، دیگه نمیدونم چی بگم. میگم مثلا شایان، میگم اگه اراذل سطح یک اقتصادی، یه سری هاشون رو میگم اراذل سطح دو، اراذل سطح سه، دارم طبقه بندی. یعنی واقعا من میگم اراذل واقعی اینا، نه اینا که میارن تو سطح شهر میگردن میگن اراذل سطح یک و دو آفتابه میندازن. بعد این بند خدا نهایت یه خیابونی رو بستن با 10 نفر درگیر شدن، شما گلوی 80 میلیون آدم رو گرفتی. اراذل واقعی شمایی. یکیش همین آقای حمیدرضا افخمی که خواهرزاده آقای رئیسی، همه جا هم میگه. ببین هنوز ما هم نمیتونیم، خودش میگه هیچکی هم تکذیب نمیکنه، 10 جا هم خبر زدن، خود منم نوشتم، هیچکی همیشه حرفی نمیزنه. به اسم خواهرزاده بودن و نسبت فامیلی از هیچ خلافی اونجا چیز نمیکنه. آقا این آقا رو گذاشتن اصلا خیلی جالبه ها، مثلا این آقا رو گذاشتن، بذار من این توی این سندام بود عکسشم چیز خیلی جالبه، این عکس 5 رو اگر نشون بدید، حتی عکسش رو تو اون حمید افخمی تو اون گروه مالی سمتش هست، عکسش رو نزدن. من نمیدونم آقا تو چی کاریه که عکستو نمیزنن. این معمولا توی ساختارهای دولتی و حکومتی اینجوریه که این آدمایی که امنیتی هن یا وصلن به یه جای خاصیه
عکسشون هم حتی منتشر نمیکنن. آقا این چی کار است عکسش هم منتشر؟ خب ما ببینیم کیه اینو گذاشتید مثلا مسئول پشتیبانی. بعد این اومده خودش اونجا انسانی باشه، یه تشکیلاتی درست کرده که تو اون سند 6 ما یه ذره اون شبکه رو اگه نشون بدید اونجا ترسیم کردیم که تو کارهای خرید و فروش و مثلا یکی از هنرنمایی‌هاشون جدیداً هم این بوده که میرن یه برنج دست سومی رو میخرن با همون عوامل خودش که اینجا ما ترسیم کردیم توی این مثلث، بعد میارن با قیمت به قیمت درجه یک میفروشن به بانک که بانک بده بابت به اصطلاح تسهیلات رفاهی برای کارکنانش. یعنی اینا به خود اون همکارای خودشون هم رحم نمیکنن، یعنی میرن یه برنج درجه سه آشغال رو میخرن به عنوان درجه یک میدن به خلق الله که حالا اون وسط مثلا چقدرم بخورن که مثلا از اون اختلاف قیمتی که هست توی چیز. این حمید افخمی خواهرزاده ابراهیم رئیسی است. ایشون خواهرزاده میگه، خودش میگه بلد. خودش میگه تو خب. بانک میگه من خواهرزاده آقای رئیسی ام و دوست مثلا دامادا هستم و تهدید میکنن، چون اینا میرن نسبتاشونو که میگن تهدید کنن بقیه دیگه، ارعاب ایجاد اونجا کنن، هر کاری میخوان انجام بدن دیگه. عضو هیئت مدیره این چیزی که الان نشون دادیم مثلث، عضو هیئت مدیره شرکت نیروی انسانی خدمات پشتیبانی بانک مسکن، رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی بانک مسکن و مدیر پشتیبانی هلدینگ بانک مسکن. سه تا همه گلوگاه تمام بله. خریده رفاه اینا دست ایناست که حالا اونم چقدر خارزاده ی آقای ابراهیم رئیس. بخش مهمترش میرسیم به این دوره جدید، یعنی یه آقایی رو میارن به اونم آقای عباس حسینی و اما میگن و ما ادراک عباس حسینی. این دیگه خیلی جالبه، این علاوه بر بحث‌های اقتصادی که داشته از قبل، یکی از تخلفات اقتصادیش همکاریش با آقای علی انصاریه. دیگه من نباید دیگه خیلی دیگه بیشتر اصلا توضیح بدم یعنی چی و اصلا چرا میارم بانک مسکن، به خاطری که بزرگترین بدهکار به بانک مسکن آقای علی انصاریه. یعنی آقای علی انصاری در واقع میاد با همون حالا لابیا و ارتباطایی که یکیشون باند قاسم مکارمه و یکیش هم آقای کاوه اشتهاردی مشاور آقای مخبره، اینا لابی میکنن. همین الان هم این آقای عباس حسینی با اون کاوه توضیح میدم که چه وضعیت داره با کاوه اشتهاردی، لابی میکنن. بارها نهادهای نظارتی مقاومت میکنن، یکی دو ماه اخبار رسانه‌ها را ببینید هی با هم چالش دارن که این آدمو نیارن، اما زورشون نمیرسه، این آدم میاد میشه. با اینکه ببین توی بیمه ایران هم تخلف مالی کرده، وام کلان از بیمه کم سود میگیره، یه سال میمونه تو این بیمه، بیرونش میکنن این آقا رو، آقای عباس حسینی رو. هم تخلفات اخلاقی داشته که حالا به اون هم ما میپردازیم، بیرونش میکنن، میره تو وزارت اقتصاد، باز اونجا چیز میکنه، باز بیرونش میکنن، باز آقای خاندوزی نمیخواسته حکمش رو امضا کنه، میگه یه مدت اصلا میره مکه میگه نیستم، اصلا تا دو سه ماه کشوقس آخر ببین چه قدرتی داشته مجبورش میکنن امضا میکنه. از کجا میاره قدرت؟ چرا کجا میاره؟ از قدرتش از یک آقای علی انصاری که علی انصاری هم نمیدونم قدرتش بکنم از خدا میاد دیگه، ما نمیدونم. نه که از بیت مفصل مکرر برنامه داشتیم، علی انصاری که پشتش بیت، علی انصاری بانک تات که بانک تات ورشکسته میشه، بانک آینده بله. مثلا بانک آینده رو میزنه و بانک آینده و ایران مال با پول مردم در بانک آینده ایران مال ساخته میشه و بعد این بزرگترین بدهکار بانک مسکن اون وقت این آدم بله و بله بزرگترین بدهکار. 4 دقیقه بیشتر وقت نداریم، من سکوت میکنم. بفرمایید. ایشون میشه بعد آقای کاوه اشتهاردی که مشاور آقای مخبره، که حتی ببین چقدر اینا بیان الان یه دفتر کارچاه کنی هم با همین آقای چیز زده، با همین آقای عباس حسینی تو سعادت آباد، حتی تو دیالوگاش هم میگه که ببین چقدر اینا به هم راه نمی کنن، میگه این مخبر هیچی نمیفهمه، همه کار منم، هم هرچی بگم امضا میکنه، این مشاورش هم ببین یعنی چی، دیالوگاشون و حرفاشون چجوری با همه. اینو میارن این آقا که بحث اخلاقی اونا تو بیمه داشته، ببین الان اومده نشسته اینجا، یعنی یه حرکت های انجام دادن، یعنی واقعا من نمیدونم آقای عباس حسینی
عباس حسینی مجتمع فرمانیه، رفاهی فرمانیه که مال بانکه، این استخرشو رو هفته دو روز قراغ میکنه که همسر موقت دومش بره اونجا شنا کنه. آقای اینا باید کجا باید بری بگی این فاجعه رو؟ توی کارگزاری مسکنشون یه آقای رو گذاشته بودن به آقای علی مولایی، آقای علی مولایی، این آقای علی مولایی شرط خانم، ببخش خانم ها رو میوردن توی چیز، میگفتن که تو اگر با ما ارتباط جنسی، ما اخراجتون میکنیم از اینجا، باجگیری جنسی میکردن با مستمتشون. اصلا نامه هست، من شرممون میشه منتشر کنیم، شاید یه بخشی از این نامه خونده بشه. اصلا واقعا فاجعه است که نوشتن برای آقای دکتر صالحی دادستان تهران، گفته آقا این آقای مولایی یه سری خانم بردن پیش یه آقایی به نام آقای میر ابراهیمی، اول این خانوما رو شهود رو بردن، معاون آقای صالحی به اصطلاح صحبتاشونو کردن، بعد نامه نگاری کردن که آقا ما رو نجات بدید از دست اینها، اینا دارن چیکار میکنن اینجا. یه ویلایی تو همین گزارش و نامه‌ای که هست، هست ویلایی در منطقه وادان آبسر تهیه کردن فقط برای اعمال خلافشون. واقعا یه جایش میگه آقای صالحی نام برده دختران معصوم و مظلوم زیر دست خود را که تعدادی از آنها را برای شهادت به دفتر آقای ابراهیمی آمده بودن به عنوان هدیه و قرض به دوستانشون میدن. آقا ببینید اصلا وضع چجوریه، یعنی چی کار دارن میکنن توی این بانک مسکن؟ ببینید مولایی گفتین کیه؟ علی مولایی رئیس مدیر عامل شرکت کارگزاری بانک مسکن، شرکتیه که کارهای اوراق و سهام و کارهای بورسی رو برای بانک مسکن انجام میده. ایشون و عباس حسینی که مدیر عامله، عباس حسینی که معلومه ایشون که اصلا داشته، ایشون کارگزارش، از این بدتر یه آقای دیگه ای به نام آقای وحید ایمانی، این آورده گشته. وحید ایمانی رو اگه عکسش رو نشون بدیم فقط 30-40 ثانیه که بشناسن مردم، گذاشتن به عنوانه که آقا در چیزم بوده، یه موقع روابط عمومی ستاد مبارزه با امر معروف و نهی از منکر هم بوده. این آقا رو بوده گوشه حوزه ریاست و مثلا روابط عمومی، همین آقا به خاطر مسائل اخلاقیش ممنوع تصویر توی سازمان صدا سیما، برن ببینن چیه، پروندهشو در بیارن. یعنی لو رفت، نه اینکه فساد لو رفت، بله لو نرفت، لو رفت، رفتن ازش شکایت کردن، چند نفر مجبور شدن بگن آقا فلان نیا دیگه اینجا، ممنوع تصویری. و چی اینا میگن؟ اینا عرازل سطح 3 اقتصادی ان، یعنی اون کوچولو ان، برای فقط توی فقره برای دو جملتون رو تموم کن، برای 2200 تا خرید روسری 400 میلیون تومان کشیدن بالا. روسری 150 هزار تومانی و 350 هزار تومان فاکتور کردن برای بانک مسکن. همین اراضی سطح اقتصادی، همین سطح 3، همین هایی که الان گفتیم. ممنونم ازتون آقای فریبرز کلانتری، در خدمت. بریم پرده آخر. همه دنبال اینن که دنیا خونه داشته باشن، مستأجری رو دوست ندارن، دربدری رو دوست ندارن. آی برادر، آ خواهر، آ به خودم هم تذکر میدم، دنیا خونه لازم داریم، خیلی هم خوبه. قطعا امام جواد هم گفتن توسل به امام جواد بکنید، انشالله تو خانه دار شدن حضرت کمکتون میکنه. اما خونه آخرت یه چیز دیگه است. ای شب و روزگار خوش.